به نام خاک پاک ایران، به نام اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما هممیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که بیننده یک برنامه افشاگری دیگر از رستاخیز سیمرغ هستید. امروز من مهران کمالپور و همراه دوست و همرزم عزیزم سعید قاسمی و جناب دکتر سروش مهراد در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. نخست جناب قاسمی، درود بر شما. منم درود میگم خدمت شما جناب کمالپور و جناب دکتر سروش مهراد عزیز. یه درودم میگم به همه دوستان، هواداران، بچه‌هایی که الان دارن برنامه رو لایو میبینن و دوستانی که در آینده در تلگرام و جاهای دیگه میبینن. قبل از اینکه مطلبی دیگه بگم جناب کمالپور، من یه سپاسگزاری کنم از همه دوستان که امروز تولد منو بهم تبریک گفتن توی صفحات مختلف. امروز تولدت بوده؟ حالا دیگه اینجوری شده دیگه، خواستم اینجوری تشکر بکنم از همه دوستان، هر کجایی که کامنت گذاشته بودم. بله جناب کمالپور، ما هم رفتیم مرز فسیلا رو فکر کنم داریم رد میکنیم، رفتیم توی 40 سال. به سلامتی، من زادروزت رو تبریک میگم. امروز انقدر سرم شلوغ بود شهرونده سعید جان، اصلا متوجه نشدم. امیدوار هستم که 120 ساله بشی، همیشه در زندگی خودت و خانوادت موفق و سربلند باشی. من پوزش میخوام ازت، منم سپاسگزاری میکنم از تمام عزیزان. جناب دکتر مهراد عزیز، درود بر شما. مایکتون بسته است جناب دکتر. درود بر شما کدوان کمالپور گرامی و همچنین کدوان قاسمی گرامی، با درود به همه بینندگان و همه هممیهنان، همزبانان، همتباران در هر جای این جهان پهناور که هستن، بویژه در کشور ایران بزرگ مقدس. شاد باش میگم زاد روزتون رو کدوان قاسمی گرامی. من از دیشب میدونستم ولی اینقدر کار پیش اومد که فراموش کردم. شاد باش میگم، باید ببخشید. امیدوارم همیشه تندرست و شاد باشید و در کارهاتون پیروز. در خدمتون هست. سپاس از شما جناب دکتر مهراد عزیز. اما سعید جان، عجب روزی به دنیا اومدی، هفته تیر و امروز روز به درک واصل شدن فکر کنم بهشتی و مهشتی اینا باشه هفته تیر، درسته؟ والا اون هفته تیر رو آره، ولی من 6 تیر به دنیا اومدم. این تاریخ های شمسی و میلادی یه جورایی یه موقعی با هم بالا و پایین میشن، یه روز اقعد معمولا 27 همه مال من 6 تیرم، ولی خب شده امروز دیگه به تاریخ خب میلادی. 6 تیر تولدی، یعنی روزی بودی که داشتم فکر میکردم چجوری اینا رو بتره کنن. بازم روز خوبیه. آره اینم میشه. بله خدمتتون عرض کنم دوستان، قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، یکی از مطالبمون رو من فکر میکنم با توجه به خیلی حائز اهمیت بودن برنامه امشبمون، باید دوباره یه جمله رو تکرار بکنم. من از طرف خودم و جناب قاسمی میگم، جناب دکتر مهراد هم خودشون تشریف دارن، نظر خودشون رو اعلام میکنم. ما در رستاخیز سیمرغ، من و جناب قاسمی، هیچ زمانی با شاهزاده رضا پهلوی ارتباط نداشتیم، نداریم و در رابطه با مسیر مبارزمون، آن چیزی که به نفع کشورمونه و از هر راهی به غیر از جنگ مسلحانه و اینکه اسلحه به دست گرفتن از طریق نافرمانی‌های مدنی خشونت پرهیز، تصمیم می‌گیریم که چگونه با دشمنان ایران و ایرانی، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، مبارزه کنیم. در این مسیرمون هیچ زمانی از نام شاهزاده رضا پهلوی استفاده نکردیم، نمی‌کنیم و نخواهیم کرد، و ما هستیم که خودمون تصمیم می‌گیره برای خودمون، نه اون ما هستیم شهرام همایون. اینکه ما برای مبارزمون خودمون تصمیم می‌گیریم، به عنوان دو سرباز برای کشورمون در حال جنگ هستیم، با ملاها در داخل، سرداران سپاه تروریستی در داخل و عواملی که از سال 57 اینا فرستادنشون در خارج برای انحراف کشیدن مغز مردم، به انحراف کشیدن مسیر مبارزه با مافیای جهانی که به ایران ما نظر داره. هر چیزی که میبینید، من و سعید قاسمی از رستاخیز سیمرغ در جلوی دوربین و سایر دوستانمون در رستاخیز سیمرغ در پشت صحنه، ما خودمون هستیم، به هیچ کس نه وابستگی داریم نه کاری داریم. این در گام نخست این که ما کی هستیم. اما دو بخش برنامه قبلی رو ما اجرا کردیم با حضور جناب دکتر سروش مهراد، مبنی بر این که بدونیم افرادی که دارن امروز با ترفندهای جدید به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنن، به طیف پادشاهی خواه
حمله میکنن، از کجا آبشخور اینا از کجا هست، با چه ایدئولوژی اومدن وارد میدون شدن و چه مسیری رو دارن طی میکنن. در ماهای گذشته شاهد این بودید که شخصی به نام رضا حاضری معلوم الحال با حملات تند به شاهزاده رضا پهلوی، به شاهنشاه آریامهر، به خاندان ایرانساز پهلوی دست به تخریب اساسی زد در کانال یک شهرام شارلاتان با زمینه سازی و بستر سازی که شهرام همایون کرد. اما امروز بخش سوم این برنامه رو در خدمت آقای دکتر سروش مهراد هستیم و من و سعید قاسمی هم هر جایی لازم باشه نکته نظراتمون رو بیان بکنیم. جناب قاسمی شما اگه صحبتی دارید بفرمایید، بعد بریم سراغ آقای مهراد. بله، من سپاسگزارم از دوستانی که توی کامنت باز لطف کردن و همچنین جناب دکتر سروش مهراد. من خواهشی که از دوستانی دارم که توی یوتیوب الان دارن برنامه رو میبینن، دوستانی برنامه از اون همچنین که توی فیسبوک هستن، از دو تا کانال رستاخیز سیمرغ در یوتیوب، رستاخیز سیمرغ و رستاخیز سیمرغ یک داره پخش میشه. عزیزانی که توی یوتیوب هستن لطفاً لینک بالا رو اگه با کامپیوتر هستید آبی کنید، توی واتساپ، تلگرام، توی مسنجر فیسبوک برای دوستانتون بفرستید. دوستانی هم که توی فیسبوک هستن لطفاً برنامه رو تا اونجایی که میتونید پخش کنید. توضیح بدم، برگه‌های رستاخیز سیمرغ متاسفانه چون هر موقعی ما هر برنامه‌ای داشتیم درست خورده به اونجایی که باید می‌خورد، بعدش به تبع مورد حمله اراذل اوباش جمهوری اسلامی و جکوژینو برای خارج از کشور قرار گرفته و از طرف فیسبوک محدود شده. بنابراین لطف کنید حتما برنامه رو هم توی فیسبوک توی گروه ها پخش کنید، هم توی مسنجر برای دوستانتون ارسال کنید، چون این برنامه مهمیه. بریم با جناب مهراد برنامه رو شروع کنیم. کامل خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. یه مطلبی رو هم بگم، آقای شهرام همایون همیشه یکی از راههایی که دیگران رو میخواد تخطئه بکنه اینه که ما برنامه‌ای که با دکتر حاضری میذاریم فرداش میشه 10,000 بیننده، 15,000 تا، 17,000 تا و دیگرانی که برنامه میذارن 375 تا، 422 تا، یه همچین عددهایی میگفت و من شما به من فرمودین و من نگاه کردم و دیدم که برنامه هایی که هم چارای سرگردان شما، برنامه چارای سرگردان، هم اون دو برنامه‌ای که من در خدمت شما بودم، میهمان شما بودم، نزدیک به فکر میکنم 1.5 میلیون بیننده داشته و این آقا اومده بود بله میکرد. بله، با هر کی برنامه میذاریم فرداش میشه 10 تا 20 هزار تا، بعد میره روزای دیگه میره بالاتر 30,000 تا، نمیدونم 40,000 تا. بکنم ایشون اگر بیننداش به 1.5 میلیون حد دست کم میرسید، نمیدونم چه از شدت خوشحالی به چه عمل هیجانی دست میزد، احتمالا کاخ سفید را مینداخت. اتفاقا دکتر جان چند تا از لینک های برنامه ها رو ما روی صفحاتمون گذاشتیم بازدیداشون، این هم پستم گذاشتم جان کارپرات فکرونم گذاشت که طرف با 15,000 تا، این 15,000 تایی که میگم حالا خارج از بحث برنامه، جدی دارم میگم، وقتی لوله آفتابه هوشنگ امیر احمدی رو شهرام شارلاتان توی برنامهش آورده بود همین اخیرا، بعد گفت ما هوشنگ امیر احمدی بهش گفت آقا چی دارید که شما دارید دولت رو تبعید میذارید، آخه طبق چه سندی چه ادعایی دارید؟ گفت ما 15,000 بازدید داریم، 15,000. خیلی خب، پس اگه اون با 15,000 تا میتونه دولت موقت بزنه، من فکر می‌کنم ما با 1.5 میلیون 2 میلیون بیننده باید قطعا امپراتوری در تبعید بزنیم. ما احتمالاً سعید جان، من فکر می‌کنم صدای کو میشه، من فکر می‌کنم که با این میزان از بینندگانی که ما رو مورد لطفشون قرار میدن، ما مستقیما میتونیم به مقام اول برسیم و یه دونه سیاره یه چیزی دیگه رو اصلا خودمون به نام خودمون ثبت کنیم. ولی خب شهرام همایون هستش و شهرام همایون، و من باز این حرف خودم رو تأکید میکنم که اگر در کل دنیا در بین 8.5 میلیارد جمعیت جهان یک شارلاتان وجود داشته باشه، شهرام همایونه. یعنی به قول زرگنده اول و وسط و آخر هر چی شارلاتانه خودشه. اما بریم جناب دکتر مهراد عزیز سراغ برنامه. در حین برنامه ما با نام منحوس شهرام شارلاتان زیاد کار داریم امروز، بریم ببینیم در طول این برنامه چه خواهد شد. پروانه به من بدید مانند
همه برنامه‌هایی که در این یکی دو ماه گذشته خدمتون بودم سوگوار و تسلیت بگم به هم میهنانی که خویشاوندانشون و دوستان و نزدیکانشون رو از دست دادن در پی بیماری کرونا، و از ته دل همه با هم آرزو میکنیم برای کسانی که به این بیماری دچار هستن تندرست بشن، آرزوی تندرستی داریم براشون و امیدوارم روزی رو تا زنده هستم من ببینم که به دلیل بی‌لیاقتی دولتی مانند دولت جمهوری اسلامی مردم ایران اینگونه کشته نشن و آسیب نبینن. یعنی دیگه بس دیگه، به خاطر بی‌لیاقتی مشتی راهزن و دزد و آدمکش و آموزش دیده در زمینه ایران ستیزی چه در درون ایران چه در بیرون از ایران ملت ایران آسیب ببینن، دیگه بس هست دیگه. یکی از همین افراد هم همچنان که شما دوستان فرمودین شهرام همایون است. من شهرام همایون رو به راستی یک ایران ستیز به تمام معنا می دانم. یعنی از دید من آقای شهرام همایون از سر تا به پا آلوده به ویروس ایران ستیزی است و در هر زمینه‌ای که به تواند یاری می رساند که زیبش یا زندگی یا عمر جمهوری انیرانی اسلامی رو افزایش بدهد. ببینید من پروانه به من بدید، من به گونه چکیده درباره دو برنامه پیشین یک گفتگوی شاید 10-15 دقیقه‌ای داشته باشم با گذرا از اون 8 ساعت برنامه، هم میهنانی که شاید به تازگی در این برنامه سوم به ما پیوستن، به همه دوستان درود میگویم. ما در دو برنامه گذشته شخصی رو به شما معرفی کردیم به نام رضا حاضری که این شخص بی پروا مسائلی رو مطرح میکنه که بسیار آسیب زننده است. یعنی برخی از دوستان با من تماس به من زنگ زدن یا پیام گذاشتن که این فرد اینگونه شاید شناخته تر میشه و شما اینقدر با جزئیات بهش میپردازید. نه دوست گرامی، چرا ما بذاریم این افراد با باند بازی با اون آموزش هایی که اطلاعات سپاه به اینها داده یا وزارت اطلاعات و پولهایی که در اختیار اینها گذاشته شده اجازه بدیم این افراد روز به روز بیشتر دروغ پراکنی بکنن؟ نه، کافیه دیگه. تجربه های تلخ این 42 سال گذشته 41 سال گذشته باید دست کم این رو به ما آموزش داده باشه، یاد داده باشه که با تمام توان باید هر کار ایران ستیزی رو، من بی پروا میگم، در نطفه خفه کرد. بس دیگه از بس ملت ایران کشته داد، زخمی داد، دختران ایران و زنان ایران به هزار و یک گرفتاری افتادن، مردان ایران به همین گونه و زیست بوم ایران آسیب دیده. من این رو بارها گفتم، بارها هم تکرار خواهم کرد، 90% حیات وحش ایران در این 42 سال گذشته نابود شده. این آتیش سوزی هایی که در این چند هفته گذشته روی داده رو هم در نظر بگیرید. ببینید همیهنان گرامی، یک مسئله رو هم من اینجا به گونه گذرا بگویم. این دیدم یک فردی که این هم یک مزدور تمام عیار است، فردی به نام چنگیزیان با یک بانوی بسیار عصبی و حالا نمیخوام به جزئیات بیشتر بپردازم، آمده ادعا کرده این آتش سوزی ها کار ما بوده، ما اپوزیسیون، ما هماهنگیشو کردیم. یه گروه داردسته‌ای دارن. ببینید تا همچین احمق های در چارچوب اپوزیسیون شناخته میشن، یعنی برخی ها از روی ناآگاهی گمان میکنن اینها جز اپوزیسیون هستن، ما گرفتاری های کوچک و بزرگ بسیاری خواهیم داشت. همینان من ببینید یک فرد، این فرد چند سال پیشم چند جا کامنت گذاشته بود که زنده باد جندالله، بعد این آقا میاد میگه ما اپوزیسیونیم. نه آقا، شما پوزیسیونی، نه اپوزیسیون، یا یه چیز دیگه هم هستی، حالا اینجا نیاز نیست من بگم. شما اتفاقا دقیقاً دارید کاری رو میکنید که اطلاعات سپاه برنامه ریزیشو میکنه یا وزارت اطلاعات. شما با این کاراتون امثال افراد، من باور ندارم اینها اتفاقیه، از دهن میپره، نمیدانم یه چیزی حالا بگیم که گفته باشیم، نیست. اینا میدونن دارن چی کار میکنن. در برابر این گونه آسیب زدن به اپوزیسیون راستین که هواداران پادشاهی باشن، بیستید هم میانان من و نگذارید که نام اپوزیسیون رو، چون من باور دارم اپوزیسیون راستین، حالا
به هر کی هم میخواد بر بخوره. اپوزیسیون راستین جمهوری امیرانی اسلامی هواداران راستین پادشاهی هستند و تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی رضا شاه دوم است. این دیدگاه منه، حالا کسی با اینو نمیپذیره میتونم باش بحث بکنم. ببینید دوستان گرامی، یکی از موارد دیگه هم که باید پاسخ بدم پیرامون برنامه گذشته، من دیدم افرادی اعتراض کردن و حتی در یکی دو برنامه که اینهایی که میآیند به شاپور بختیار میپردازن اینها مزدور جمهوری اسلامی هستند. حالا دلیل این افراد چیه که دردشون گرفته که ما دست شاپور بختیار رو رو کردیم و نشون دادیم که چه انسان ایران ستیزی بوده، دشمن خاندان پهلوی بوده، اصلا از هر چیزی که با پیشرفت و آبادانی ایران در پیوند بوده این آقا درگیری داشته. اینها میگن چون جمهوری اسلامی سر بختیار رو بریده که کار بسیار غیر انسانی و ناشایستی از دید من، این گفته من است، چون جمهوری اسلامی سر بختیار رو بریده پس پرداختن به بختیار یعنی تایید کار شنی و نادرست جمهوری اسلامی. نه، این گونه نیست. جمهوری اسلامی از سازمان تروریستی مجاهدین خلق یا نام بهترش مزاحمین خلق هم کشته. پس ما باید بریم کنار مریم عزدانلو قجر ابریشمچی رجوی بیستیم. جمهوری اسلامی از پانکوردهای تروریست مسلح بمبگذار ایرانی کش هم در تو درگیری از همدیگه کشتن. ما چون از اونا در درگیری با جمهوری اسلامی کشته شدن، باید بریم در کنار پانکورد و پان عرب تروریست بمبگذار بیستیم؟ نه، این گونه نیست. این تفسیرهای آبکی دردی از ملت ایران دوا نخواهد کرد. قرار نیست هر کس رو جمهوری اسلامی کشته اون فرد بی عیب باشه یا این کشته شدنش به دست جمهوری اسلامی مجوزی برای این باشه که از گیته نقد خارجش بکنه. به هیچ عنوان. شما بفرید من یه مطلبی رو، دوستانی که تازه به ما پیوستن میتونن برنامه شماره دو این سری افشاگری ها رو ببینن که دیگه تکرار مکررات و تکرار اون چیزی که در برنامه دو گفته شده من بهش نپردازم و زمان رو نگیرم، چون اینقدر مطلب هست امروز برای گفتن که نمیدونم خواهیم رسید یا نه که همه رو به شما نشون بدیم. ببینید در پرگار بی بی سی بحثی پیرامون بختیار گذاشته شده بود برای دو سه سال پیشه. یه آقای اونجا سه تا مهمان هست، یکیش به نام آقای خادمه، این از دوستان و یاران نزدیک آقای بختیار دیگه. خیلی جالب. ببینید اینا دیگه گفته من و دوستان در رستاخیز سیمرغ نیست، گفته دوست و یار و همکار آقای بختیار یعنی جواد خادمه. این چی میگه؟ میگه بختیار یک برنامه سه مرحله‌ای داشت، این که مانع انقلاب بشه، اگر نتونه مانعش بشه در امتداد انقلاب حرکت کنه، اگر حتی نتونه در امتداد انقلاب حرکت کنه یک اثرگذار مهم در جریان انقلاب باشه. خب اینو دیگه من نمیگم، ایشون پس سه تا برنامه داشته، یا در امتداد یا مانعش بشه، که اینو اصلا من باور ندارم، چون اگر میخواست مانعش بشه، ببینید ایشون در یک جای چی عنوان میکنن، اینها رو خود آقای خادم میگه، اینا رو من نوشتم که از جمله یک واژش رو پس و پیش نگم. میگه که بختیار این مورد رو به خوبی میدانست، در باره ارتش این مورد رو به خوبی میدانست که اگر شاه برود ارتش انسجام خودش رو از دست میده و دقیقاً به همین دلیل خواهان رفتن شاهنشاه به پیشنهاد سنجابی شد. خب این تیکش از خودم بود، یعنی که آقای بختیار میدونست که اگر این رو تایید میکنه آقای خادم که اگر شاهنشاه از ایران برن ارتش انسجام خود رو از دست میده، ولی بختیار به قول گفتنی دقیقاً به همین دلیل خواهان رفتن شاه بود، شاهنشاه بودن. و ببینید میگه اگر بتونه مانع انقلاب بشه، اگه نتونه در امتداد انقلاب حرکت کنه، اگه اون کارم نتونه بکنه یک اثرگذار مهم در جریان انقلاب باشه. این برنامه، این سه مرحله برنامه اصلی شاپور بختیار بود. اینو کی میگه؟ یار و دوست و همکار آقای بختیار جواد خادم. بعد میگه پس از 28 مرداد به بختیار پیشنهاد آقای زاهدی به بختیار پیشنهاد وزارت میده، نمیپذیره. حتی به اون پیشنهاد سفارت در فرانسه داده میشه، نپذیرفت و گفت عهدی دارم با مصدق که بر سر عهد خود هستم. الان میبینیم چه عهدی داشته. یعنی مشخص
مشخصه که آقای بختیار هدفش خدمت به ایران و ایرانی نبوده. هدفش الان میگه چی بوده؟ در یکی از سخنرانی‌هاش آقای بختیار پس از سال 57 چی میگه؟ میگه که موقعی که من باید نخست وزیر میشدم، ببینید چه اعتماد به نفسی هم داره، هویداها نخست وزیر میشدن. آقای خادم هم این رو تایید میکنه، میگه بله همه هر گونه پیشنهادی بهش دادن، فقط نخست وزیری بهش پیشنهاد نشد، که در همون شرایط اگر بهش نخست وزیری رو پیشنهاد میدادن ایشون میپذیرفت. یعنی درد آقای بختیار، بیماریش، مرضش، گرفتاریش نخست وزیر شدن بوده. سفیر ایران در فرانسه شدن ایشون خوشش نیامده، به قول گفتنی وزیر شدن رو خوشش نیامده، میخواسته آقا دوست داشته، دلش خواسته، هوس کرده نخست وزیر بشه. حالا یه آقای بختیار رو برنامه دو رو برید ببینید، همش اونجا نوشته شده. بختیار کیه؟ بختیار به قول معروف کسیه که به رضاشاه بزرگ توهین میکنه، ولی احمدشاه رو یک پادشاه دموکرات و ایران پرست میدونه و به قول معروف مشخصه که علاقه به خاندان قجر داره و کینه شخصی داشته، چون پدرش به دست رضاشاه دوم، رضاشاه بزرگ، کشته شده بوده در درگیری. بریم روی موضوع حاضری. ببینید مسئله حاضری مسئله کم اهمیتی، اینو ندونید. حاضری رو به عنوان یه فرد میتونیم توضیح بخوام، اگر اجازه بدید من توضیح بدم راجع به بخش قسمت اول صحبتتون که فرمودی. اول خواهشی که میکنم از دوستان توی یوتیوب و توی فیسبوک حتما برنامه رو پخش کنید. ببینید دوستان، چند مورد رو جناب دکتر فرمودن، ما قبلا توی برنامه‌مون هم در مورد اینا توضیح دادیم، ولی بذارید خیلی راحت‌تر اینجوری یه بار دیگه گفته بشه. اپوزیسیونی در 41 سال پیش در خارج از ایران بنا گذاشته شد که این اپوزیسیون پایه‌هاش و به قول معروف اساس اصلیش بر مبنای اندیشه چند تا آدم بود که این چند تا آدم خودشون از مهره های کلیدی در حکومت شاهنشاهی، در اواخر دوره حکومت شاهنشاهی، و از بازیگران اصلی سرنگونی حکومت شاهنشاهی که بعد به تبع شد سرنگونی ایران و نابودی ایران. و این افراد رو چون مافیا به درستی کارشو بلده و از نظر روانشناسی هم یا جامعه شناسی هم ما مردم ایران رو خوب بالا و پایین کردن و همه چیز رو در مورد ما میدونن که با قول معروف روایت و حدیث و آیه و قال یوسف و قال ابراهیم و قال نمیدونم کیک زود میتونن فریبمون بدن و به گونه فریبمون بدن که خمینی رو سال 57 مردم در ماه ببینن. بنابراین پایه های اپوزیسیون در خارج از ایران روی اندیشه چند تا آدم سوار شده که این اندیشه ها در طول این 41 سال متاسفانه نه تنها بهشون پرداخته نشد، بلکه اجازه ندادن کسی به اینا بپردازه و از اینها یه قدی ساختن. مثل کی؟ مثل شاپور بختیار، مثل کی؟ مثل قدرت الله همایون و امثال اینا که ما یکی یکی به خدمت رو خواهیم رسید. بنابراین این صحبتی که دکتر مهراد الان انجام داد و ما تو برنامه های گذشتمون گفتیم، ما تا این پایه های اپوزیسیون فیک رو در هم نشکنیم، نریزیم پایین، این ساختار رو به قول معروف خرابش نکنیم و یک ساختار جدید، یک اپوزیسیون واقعی مردمی که اندیشه و تفکرش منافع ملی ایران باشه، نه عقده ورزی و عقده گشایی، نه دستور. حالا میرسیم به بخشای بعدی. دستور که شما باید اینا، مثلا من کتاب یک رنگی شاپور بختیار رو جناب کمالپور تو قصه رای شب خوندن. دوستان برید واقعا مطالب این کتاب رو الان بشینید گوش کنید و ببینید یک نوزاد، نه نوزاد که نه، یک کودک 10 ساله اگر فهم و شعور داشته باشه، یک همچین اندیشه‌ای که بختیار به عنوان اندیشه سیاسیش مطرح میکنه اصلا میخنده به یه همچین اندیشه‌ای. ولی تا امروز نذاشتن کسی دست به اینا بزنه و این اپوزیسیون رو همین 3-4 تا پایه که بختیار و قدرت الله همایون و چند تن دیگه هستن همینجوری صاف اومده جلو. شما میبینید هر اتفاقی داخل ایران میفته، مردم میان توی خیابونای ایران فریاد میزنن، شعارهاشون رو میدن، تو 140 تا شهر مردم میان، بی بی سی مخالفشونه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مخالفشونه، اتفاقا اپوزیسیون مدعی جمهوری اسلامی هم مخالف مردمی هم که مادن توی خیابون و مردم رو سرکوب میکنن
و به مردم میگن شما اینا نادانن و اینها دنبال دیکتاتوری فلان هستن. دارید میبینید دیگه. بنابراین بهترین کاری که اپوزیسیون واقعی باید انجام بده ریشه این اهریمن رو باید قطع کنه. ریشه این اهریمن قبل از سال 57، یعنی یکی دو سال قبل از سال 57 و بعد از سال 57 توسط این افراد در درون افکار عمومی به قول معروف پراکنده شده. اگر حالا ادعی هستن میگن آقا امروز دیگه بختیار مرده، قدرت الله همایون مرده، ولش کنید. نه دوستان، نه بختیار مرده، نه قدرت الله همایون مرده، نه جلال آل احمد مرده، نه علی شریعتی مرده. این بلایی که امروز شما میبینید توی کشور ما داره سر ملت میاد، اینها اندیشه این نوع افراد هستن که شما میبینید یه هنرمندی مثل که جناب کمالپور توی برنامه باش تماس گرفت، مثل داریوش ارجمند میاد و میگه من مرید دو علی ام، یکی علی شریعتی، یکی علی سرکش. و امثال اینها امروز در جامعه ایران فعالن و نونو به نرخ روز میخورن. پس شما تا اندیشه رو قطع نکنی، تا اون ساختار فکر رو خراب نکنی، نمیتونی موفق بشی. اینو میگم برای دوستانی که میگن آقا امروز حالا وقت این حرفا نیست. نه عزیز من، به نظر من و به نظر ما چیدن شاخه های درخت یه کار بیهوده است، علافیه، چون شما هرچی این برگا رو بزنی از اون برگ میاد بیرون. اما اگر یک بار زحمت کشیدی، تمرکز کردی و ریشه این درخت رو زدی، مطمئن باشید همه اون شاخ و برگا خودشون خوش میشن میریزن. این توضیح خواستم بدم خدمت دوستان. بفرمایید. خواهش میکنم، زنده باشید. ببینید مسئله چی؟ مسئله این نیست که شما به درستی فرمودید کسی مرد و رفت چیه. اینا اکنون پیروانی دارن که دارن فعال کار میکنن و در با همون شیوه دارن به جلو میرن. مگه ما ملت ایران، ملت ستم دیده ایران چند تا بختیار دیگه نیاز داره که سر بزنگاه بیان گلوی ملت ایران رو فشار بدن؟ مگه چند تا به قول گفتنی داریوش و همایون دیگه که امروز میپردازیم؟ چون در نشست در برنامه پیشین به دو استاد آقای حاضری که فریدون جنیدی و بختیار باشه، استاد فریدون جنیدی، استاد حاضری در زمینه تاریخ و زبانهای باستانی و فرهنگ ایران باستان به گفته خودش، استاد یک فرد فدرالیست ایران ستیز و استادش در زمینه سیاست و سیاست عملی به گفته خودش آقای شاپور بختیاره، استادش در زمینه سیاست یعنی آقای بختیار کسیه که امروز این توهین به ملت ایرانه که به عنوان یک فرد میهن پرست شناخته بشه. ملت ایران، همیهنان گرامی، فردی که میگه من برای رسیدن به هدفم از شیطان هم کمک میگیرم، بعد میره به دستبوسی صدام حسین، میره به دیدار صدام حسین در همون روزهای آغازین جنگ که ملت ایران بی پناه بود از سوی توسط جمهوری اسلامی در حال کشته دادن و شکنجه شدن بود، از سوی دیگه هم صدام حسین تکلیفی پان عرب در حال بمبارون ایران بود و کشتن ایرانیان بود و به خواست اشغال ایران و به ویژه تجزیه خوزستان وارد خاک مقدس ما شده بود، آقای بختیار با هواپیما ارسالی صدام از پاریس میره عراق و برنامه این بوده که یک هفته خوزستان اشغال کنن. این مرده که جرتومه بختیار داره اونجا دولت موقت تشکیل داده، بعد خجالت هم نمی کشن. توی این پنل های سیاسی آقای داریوش و همایون در اون شبکه ایران ستیزان، یعنی همون شبکه یک، آقای همایون مهمنش میاد میشینه پشت سرش یه جا عکس مصدق و سلطنه قجر، این ورش هم آقای بختیاره، بعد میاد میشینه برنامه راجع به فدرالیسم و عقده‌گشایی علیه خاندان پهلوی میکنه. ببینید مسئله اینجاست، مسئله اینجاست، اینا 8 تا راست میگن، 2 تا دروغ رو باهاش میگن، میشه 10 تا مطلب، 8 تا راست رو میگن که اعتماد شما رو جلب کنن برای که اون 2 تا دروغ رو جا بندازن. شما ببینید امروز برای نمونه میگم، اگر کسی آگاهی شایسته و بایسته نداشته باشه، از راه اعتماد به حاضری دشمن خاندان پهلوی خواهد شد، دشمن خاندان پهلوی خواهد شد. مسئله اینجاست، مسئله این نیست. بله من خودم اعتقاد دارم که آقای حاضری آموزش دیده است، بهش خط میدن، در مطالب رو در اختیارش میذارم و پوزش میخوام این گونه میگم، ولی به خاطر توهین‌هایی که به ملت ایران و خاندان پهلوی کرده تا یک اندازه‌ای من با همون ادبیات باش گفتگو خواهم کرد. من در برنامه پیشینم گفتم این فرد رو یک انسان داره IQ پایین و در حد جلبک میدانم. من از شما فقط یه مطلب رو راجع به بختیار بگم، این خیلی مهمه، خیلی ها این رو نمیدونن.
و در برنامه پیشینم گفته شد. گفتگوی بختیار با چارلز داگلاس خبرنگار تایمز در فوریه 1980 میگه من قانون اساسی ایران رو با حذف ارکان مربوط به سلطنت ترجیح میدم. من شاه را از ایران بیرون کردم. من شاه را از ایران بیرون کردم تا ارتش از یک پارچگی ساقط شود و کشتار نکند. من میتوانستم جلوی آمدن خمینی را بگیرم ولی این کار را نکردم، چون میتوانستم اون پیر و فرتوت است و نمیتواند کار سیاست را شروع کند و انقلاب کند. من قانون نظارت روحانیون در تصویب قوانین را قبول دارم و باور دارم هیچ قانونی که مغایر با اسلام باشد نباید تصویب شود. همین در همین حد که کمی هم به درازا کشید، این پاسخ برای همیشه اونهایی باشه که میان با دروغ پردازی میگن چون و با نادانی، چون اونا میدونن که ناآگاه هستن، که چون بختیار به دست جمهوری اسلامی کشته شده پس انتقاد به بختیار یعنی تایید کشتن بختیار از سوی جمهوری اسلامی. نه، این گونه نیست. شما دیگه با این ترفندها و شارلاتان بازی‌ها و تهمت و برچسب زدن نمیتوانید دهن ایران پرستان رو ببندید. دیگه اون دوران گذشت، شما راه به جایی نخواهید بود. کدوان کمالپور گرامی، من از شما خواهش میکنم اگر امکان داره ویدیو شماره 1 و 2 رو پشت سر هم نشون بدیم که هم هممیهنان یک خستگی در بکنن، هم کمی بخندن با گفته های آقای رضا حاضلی، که حالا امیدوارم این حاضل که اسم فاعله در عربی، از حزل یا حزل میاد به معنای چرندگویی، امیدوارم این حاضل همون حاضل مربوطه نباشه، چون حاضل میشه چرندگو و حاضلی یعنی از گروه یا خاندان چرندگویان و نامربوط گویان. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. کدوان کمالپور گرامی، امکان داره ویدیو شماره بله منتظرم بله 2 و 3 رو پشت سر هم نشون بدیم؟ بله حتما. دکتر بپرسید کلاغ نادری را دیدن؟ حالا چه فرق داره؟ کدوان کمالپور گرامی آقای شما رو دیدم که بله بله داره پخش میشه. کلات نادری رو نتنها دیدم که اونجا اصلا یه قسمتش در کاخ خورشید در کلات نادری هست که تا دوران قاجار اصلا دست خانواده ما بود و در واقع قاجارها اونجا رو گرفتن و بعد تبعید کردن تعداد زیادی رو از جمله عباس قلی خان افشار رو، یعنی بزرگترین نواده نادرشاه رو که پدر پدر بزرگ من بود، ایشون رو تبعیدش میکنن به تهران و اونها رو از دستشون میگیرن و ولی بعد از اون در بخشایی از اون برگردونده میشه و تا زمان اصلاحات ارضی در دست پدر بزرگ من بود و رو انتخاب بکنم که اینها ارزون تر باشه و سطح خوبی داشته باشه. بنابراین بار دوم چون اوکراین یه جایی هست که خیلی خوبه برای تفریح، مثلا شما برید تفریح بکنید و اینها، دانشگاهش هم بد نیست، البته خوبه ولی در حد بسیار بالایی نبود. بنابراین من بار دوم مجبور شدم که به روسیه برم و در اونجا در دانشگاه لمانوسوف مسکو که اون موقع نهمین دانشگاه جهان بود، یعنی دانشگاهی بود که سطحش بسیار بالا بود، بسیار بالا، یعنی چیزی حدود 10 تا 15 تا جایزه. خب آقای دکتر ببخشید قطع میکنم، بینندگان عزیز ما باید بریم آگهی ها رو برگردیم، به آگهی ها رسیدیم. دوستان عزیز در لینک ما هستیم، لینک یوتیوب، باید اتاق رو ترک بکنیم بریم به لینک جدید. خواهش میکنم که آقای یارتر، ما با لینک با دوستانمون در کانال یوتیوب. بله، درود بر شما جناب همایون. من ببخشید من اینو نمیدونستم، شادباش میگم به شما، سالگرد
تأسیس جنبش ملی ما هستیم رو و از ته دل و صمیم قلب براش بهترین آرزوها رو دارم و تنها جنبشی که من هیچ وقت ازش انتقاد نکردم دست کم من کسی رو نمیدونم در عرضم به حضور شما که در فعالیت کرده باشه و من یه جوری از انتقاد نکرده باشم، یعنی واقعا نه این که دلیل خاصی داشته باشه، برای این که این جنبش جنبشیست که در حال حاضر بهترین جنبشیست که میتواند منافع ملی ایران رو شده. مثلا در میدان سیاست به کسی سخت حمله کنید بعد ولی خودتون دلتون بعدم براش بسوزه که چرا اینجوری زدم این طرفو. بله من میتونم بگم واقعیت رو. آره حتما. بله واقعیت این است که من هر بار که انتقادی از شاهزاده رضا پهلوی کردم قلبم سوخته، یعنی من واقعا قلبم میسوزه، برای اینکه ایشون رو من از ته قلب دوست دارم ولی ایران رو بیشتر دوست دارم و برخی اوقات یه انتقاداتی از ایشون کردم همیشه از راه ناچاری و از راه در واقع درماندگی و استیصال بوده، یعنی چاره دیگری نداشت. بله این واقعیت وجود داره. خب حالا به اونجا خواهیم رسید. خب آقای دکتر آمدی روسیه کشور سر ارزم به حضورتون بهار آریایی براتون دست میزنه. ایران آزاد میگه که نادرشاه، نه از نوادگان نادرشاه آقای افشار هستن، آخرین وزیر دربار شاهنشاهی. اون آقای امیر اصلان افشار با شما نسبتی داشتن؟ بله آقای امیر اصلان افشار ایشون از نوادگان نادرشاه نیستند. من دوستان رو، من چند نکته رو بعد به شما عرض کنم. ما یک ایل افشار داریم که خود نادرشاه هم عضو در واقع ایل افشار بود و ما یک خانواده افشار نادری داریم، افشارهایی که به نادرشاه وصل میشوند نام خانوادگیشون افشار نیست، نام خانوادگیشون افشار نادری هست و اون خونه، بنابراین جناب امیر اصلان افشار با همه احترامی که براشون قائلم ایشون از ایل افشار هستند ولی به نادرشاه نمیرسن. اون کسانی که شجره نامه دارن و به نادرشاه افشار میرسن افشارهای نادری هستند که دو شاخه بزرگ دارن، شاخه بزرگ اون یعنی پسرای ارشد و پسرای کوچکتر که خانواده مادری من از شاخه در واقع پسران ارشد هستند، یعنی عباس قلی خان افشار هستند و رئیس ایل افشار دایی من الان هستن نادرخان افشار نادری که ایشون در واقع رئیس ایل کلن افشار و از افشارهایی که به نادرشاه میرسن نادرخان افشار نادری هستن و ایشون اینا همه شجره نامه هست و این چیزی نیست و خود ثبت احوال ایران ثبت، یعنی در واقع دوستانی که برن بزنن عباس قلی خان و تیمور خان و که پدر بزرگ من بوده حتی تو خود ثبت احوال ایران ثبت، این چیزی نیست که کسی بتواند ادعایی بکند و این یه خانواده بوده است که مشخصه، همه زاد و ولد ها مشخص هست، علاوه بر شجره نامه در ثبت نامه در واقع ثبت احوال رسمی ایران هست موجود هست و جناب امیر اصلان افشار با همه احترامی که براشون قائل هستم و تمام در واقع این که به ایل افشار تعلق دارن اما افشار نادری نیست. بله خب اولا دکتر تو رو خودم من به 5 زبون صحبت میکنم و با 9 زبون آشنایی دارم و 9 زبون رو اگر بخونم میفهمم و به 5 زبون صحبت میکنم. اون 5 زبونی که بهش صحبت میکنید کدوم زبون هم؟ خب طبیعتا زبان دری یا پارسی که زبان مادری من هستن، زبان کردی اردلانی که زبان پدری من هست و علاوه بر اینها انگلیسی، روسی
و اسپانیولی که این ستا در واقع زبان‌های است که حالا میتونم بگم که اروپاییه. با اینها اینا رو کاملا میتونم صحبت کنم. افزون بر این آشنایی دارم به زبان‌های، یعنی بخونم کاملا و حتی تا کمی در حد متوسط میتونم صحبت کنم به زبان فرانسوی و همچنین به زبان‌های باستانی کاملا در حد خوندن و ترجمه، چون اینها زبان‌های معاصری نیست، زبان‌های مرده هست، مثل پهلوی، مثل اوستایی. مثل پهلوی هم خودش دو نوع هست، اشکانی و ساسانی، که با هم تفاوت لهجه داره. نه. آشنا هستم و همچنین به زبان لاتین که زبان باستان در واقع اروپا هست، زبان مادر برای اروپا هست، و زبان سانسکریت که زبان مادر برای زبان‌های هندو ایرانی هست نیست، هم آشنایی دارم و اینها رو متونش رو برخورد کردم. خب، اینکه یا اتیمولوژی لغات رو از اینها استفاده میکنم. بله بفهم. آقای دکتر میخوام یه خواهش بکنم. بله. میخوام یه جمله بگم. این جمله رو شما به 4 تا زبان دیگه، کردی و انگلیسی و روسی و اسپانیش بگید. اب دنیا بدانم من میخواهم عاشق شدم. انگلیسی اول انگلیسی. اوکی. یاد داشت کنی، شما یادتون نره. دنیا بداند من میخواهم عاشق شدم. بله اجازه بدید. بله دنیا بداند من میخواهم. بخواب به انگلیسی میشود که the world must knows I want to love. So I want to be loved or I want to love. این به انگلیسی شد. به روسی میشود که میر دولجن زنات что я должен любить. Мир должен знать, что я должен любить. به در واقع کردی میشه دنیا знає من میخواهم عاشق شوم. دنیا بداند من میخواهم عاشق شوم. من مثلا من تو دوستم. بله مثلا اینطوری میگن. اون میدونی یه مقداری هم از توی ترجمه تحت و لفظی نمیشه کرد، یه مقداری بعد کالچر رو دید. دنیا زنیت من توم خوشحالیم مثلا یه همچین حالت. به زبان در واقع دیگه به چه زبانی؟ به عربی هم من میتونم حتی به شما بگم که مثلا نه عربیشو نمیخوام دکتر، همون اسپانیشو بگو. عربیشو نمیخوام. بله به اسپانیش میشه من دنیا زنای من دو کریو تی امو یا تی کرو، مثلا یه همچین حالتی که الان اینم باز به صورتهای مختلفی میتونید این رو شما بگید که مثلا من تو رو دوست دارم یا میخوام عاشق بشم یا همین حالتی. و به زبان حتی من میتونم به زبان ما در آخرین پرسش نمیگه خسته تونم کردم صبح یک ساعت الان 2 ساعت بریم معارف چه میکشم روزی. آقای دکتر آزی روزی 5 ساعت همین جلو دوربین بودن چه مزهی داره. آره شما معلوم فهمیدم شما رستمید بخاطر اینکه به شدت کار سختیه. یعنی من همین امروزش 3 ساعت شدم دیگه، الان گشتم هم هست دیگه، مغزم کلن داره خاموش میشه و بله جدی عرض میکنم اینجا چون ظهر تقریبا، یعنی ظهر نیست، زمان قصر 2 بعد از ظهره، ولی زمانیه که من معمولا ناهار میخورم مثلا مغزم کلن دیگه داره خاموش میشه. و آقای دکتر غذا چی میخواد درست میکنم؟ نه خوراک چی درست میکنم؟ بله من خوراک برای خودم یه از این ماهیتابه های گریل دارم
و اینا رو میذارمش باهاش گوشت و به صورت گریل استیک درست میکنم، چون من به شدت گوشت خارم و گوشتم خیلی دوست دارم حتما با خونش بخورم، یه مقداری خون خارم. از خون خارم هستید جناب؟ بفهم. بله بله بله. آخرین سوال رو میکنم. تو این 41 سال انجام دادم، در صورتی که من تو یک مکتب دیگری درس خوندم. من از 15 سالگی شاگرد دکتر فریدون جنیدی در بنیاد نیشابور تهران بودم که ایشون پیشنهاد دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه ناپ در ایتالیا رو رد کرد و نرفت اونجا تدریس بکنه، برای اینکه خودش رو وقف ایران کرده بود. و این کاری بودش که من با موقعی که اومدم خارج از کشور سعی کردم که خودم رو از نظر مالی مستقل بکنم که نیاز نباشه که به قول معروف بتونم خودم رو وقف کارهای بزرگ بکنم و خودم رو حل نکنم در جامعه‌ای که به اون وارد شدم تا هویتم رو از دست بدم و نتونم برای جامعه مفید باشم. بنابراین اون چیزی که شما فرمودید ربطی به اون چیزی که مثالی که البته گفتید ربطی به طبقه خاصی نداره، کارگر است، استاد دانشگاه، هر شغلی که داره، پزشک، ژورنالیست، هر شغلی که داره، اگر ایران رو دوست دارد باید بداند که راه رهاییش در ناسیونالیسم ایرانی و کشور دوستی و میهن دوستی ایرانی هست و چه بکند که برای اونها قابل فهم بشود. کمیته های بداند که ناسیونالیسم ایرانی باید منجر به انقلاب ایرانی بشود و انقلاب ایرانی یک گفتمان یا دیسکورس جدی هست و با کسی شوخی ندارد و برای انقلاب ایرانی باید کمیته های انقلاب تشکیل بشود و اون کارگر، اون پیشه‌ور، اون بله آقای دکتر اجازه میرسیم به انقلاب ایرانی هم میرسیم، بنده خدا تاییدش میکنم، بسیار هم بهش باور دارم، ولی من میخوام الان بر اساس این نسخه شما زندگیم رو بر اساس این نسخه تکمیل بکنم. من میخوام در مقابل این مذهب وارداتی که آمده بخش عظیمی از زندگی من رو اشغال کرده، حالا این جانشین این مذهب ناسیونالیسم ایرانی رو جایگزین، چه باید بکنم؟ شما به من راهنمایی بله ببینید، من عرض کردم خدمتون، در اول از همه اگر که افرادی هستند که دوست دارن از نظر فرهنگی مطالعه بکنن و از نظر فلسفی تا در واقع دیدشون باز بشه، من توصیه میکنم که کتاب اندیشکده ایران زمین رو بخونن. تا اونجا من هشت اصل هست. اجازه بده، اجازه کجا رد گیر بیارن؟ اینو در آمازون میتونن بزنن، ایران زمین سکول آف تاوت، یا اینکه در خود وبسایت من kaaa.info، یعنی یه دونه k سه تا، یعنی ما اینقدر چیز نبودیم که شما یه نسخه برای ما بفرستین. من براتون اول از همه فرستادم جناب همایون، شما متوجه نشده بودین احتمالا، من اول از همه برای شما تو واتساپ فرستادم، حالا براتون یه نسخه دانلود شده شما میفرستم. بله یعنی اینترنتیش رو فرستادین؟ بله، علاوه بر این که من بله دیگه، من اینترنتیش رو فرستادم نسخش رو و حتی در وبسایت کانال یک هم چاپ شد، یعنی الان هم تو وبسایت شما هم منتشر شد تو همون وبسایت. خواهش میکنم یک بار دیگه این کتاب رو روی صفحه بذارن، خیلی مهمه. خب بله. حالا میخوایم از اون کتاب شروع کنیم، محتویات اون کتاب لطفا بفرمایید قدم به قدم. بله چشم، من اول فقط بگم اینا کجاها در دسترس هست. یکی در همون سایت آمازون هست که نسخه کاملترش اونجا هست، نسخه دومش در وبسایت کانال یک هست که انتشار پیدا کرده و یه نسخه‌ش هم در وبسایت دیگری هست درباره ایران باستان. اما درباره اون کتاب در وبسایت شخصی من kaaa.info میتونن برن، در قسمت پژوهش‌ها و مقالات در اونجا هست، همچنین در بخش نسک ها، نسک در واقع فارسی یا دری یا پارسی کتاب هست به جای کتاب که عربی هست، در اونجا بخشی داره به اسم نسک ها، اونجا هم برن هست. نسک همونیست که عرب ها هم
این رو معرب کردن و نسخه از همین نسک پهلوی میاد و این نسک ها سه تا کتاب هست که من اونجا نوشتم و در واقع هست که یکیش برای عرضم به حضور شما همین کتاب فلسفی هست اندیشکده ایران زمین، دومی یک الفبایی هست که به اسم راز آوانگاری جهانی هست که الفبایی که پیشنهاد دادن برای زبان دری و پارسی که این رو به جاش به کار ببرن و همچنین سوم که شاهنامه نادری هست که اون که برای نادرشاه افشار و وابستگان هست. اون ولی به هر حال اون چیزی که هست این است که بهترین کار اینه که این کتاب اندیشکده ایران زمین خواستن در کانال یک هم هست در وبسایتش و میتونن این رو بخونن. اما درباره این که چه ارزن به حضور شما که چه اصولی دارد، من باید عرض کنم که این نخستین مکتب فلسفی مستقل ایرانی پس از اسلام است. یعنی ما تا حالا کسی نداشتیم فلسفه بله این در واقع آمازون هست. ما در عرضم به حضور شما که ما در ایران تا حالا فلسفه دانهایی داشتیم که اینها شارح فلسفه های دیگر بودن، اینها فیلسوف مستقل نبودن، می اومدن ارسطو رو مثلا توضیح می دادن، می اومدن افلاطون رو شرح می دادن و ادامه پیدا کرده بود همین سنت و ما هیچگاه یک مکتب فلسفی بله آقای دکتر عزیز بفرمایید در خدمتتون هستم. آقای دکتر خواهش میکنم، سپاسگزارم، پوزش میخوام کمی به درازا کشید ولی این رو همیهنان بدانن اینها کار ما رو ساده میکنن، وقتی زمانی که از اینها سند و مدرک ارائه میشه اینها دیگه کمک میکنن که کمی به حنجره من و دوستان در رستاخیز سیمرغ کمک میکنن که زیاد گفتگو نکنیم و انرژی مصرف نکنیم. خب دیدید که متوجه شدید که ایشون چی گفتن؟ ببینید این مسئله خیلی مهمه، اشاره جا به جاش به مسئله کلات نادری و بدیدید با چه حرصی، چون ایشون بارها به همین دلیل اصلاحات ارضی به شاهنشاه روانشاد توهین کرد. مسئلهش به این که کلات نادری در اصلاحات ارضی یه مقدار تا دوره قاجارا دست ما بود، قاجارا گرفتن پس دادن و دوباره در اصلاحات ارضی از دست ما رفت و ایشون علاقه بسیار شدیدی به انگلستان داره، بارها هم ابراز کرده و حتی اعلام کرده گاندی مبارزاتش رو به گونه غیر خشونت آمیز به پیش برد چون طرفش یک کشور پیشرفته و متمدنی مانند انگلستان بود. و ببینید این مسئله رو حالا ما در بخشای دیگه هم نشونتون میدم. پروژه‌ای که سالها توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به پیش برده شده در این سالهای گذشته، مسئله ساخت بدل یا کاندید برای پادشاهی که این رو به گونه گسترده در برنامه شماره 4 بهش خواهیم پرداخت و اسناد و مدارک، ولی ایشون چون که افرادی که تا امروز همچین ادعای خنده‌داری رو کرده بودن مانند سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد و امیر گرگین با نام جعلیه که خسرو آرش گرگین، اینا پیشینه نتونسته بودن برای خودشون پیشینه تاریخی بتراشن، این مردک رو فرستادن به میدان و همه جا هم عنوان میکند من از نسل نمیدانم دهم دوازدهم نادرشاه افشار هستم از سوی مادر و از سوی پدر هم بر اساس شجره نامه و اسناد و مدارک من بازمانده ساسانیان هستم. یعنی ایشون از دو سو تبار شاهی و میخواد بگه من از تبار بزرگ مردان و بزرگ زنانی چون بزرگ مردانی چون اردشیر بابکان بزرگ، انوشیروان دادگر، شاپور بزرگ، خسرو پرویز و از تبار بزرگ زنانی چون آزرمیدخت و پوراندخت هستم و از سوی دیگر هم به نادرشاه میرسم. ببینید این مضحکه‌ای رو که این به راه انداخته شما اصلا متوجه میشید این به بیماری تناقض‌گویی دوچاره. من چون برای این برنامه ها خوشایندم هم نبود ولی برای این برنامه ها
شاید بالای 40-50 تا از ویدیوهاشو نشستم ویدیوهاشو نگاه کردم و واقعا دوچار چه بگویم روی اعصاب و روانم تاثیر گذاشت. جاب ایشون برنامهش مشخصه، برنامه در راستای همون پروژه‌ای است که من خدمتتون عرض کردم. ببینید اون بخش زبانها رو هم که دفعه بار پیش بر برنامه یکم و دوم پرداختید، اون زبانهایی رو که ادعا میکنه نمیدونه، حتی اعلام میکنه که من عاشق فرهنگ انگلستان هستم و الان در استرالیا زندگی میکنم. به چه دلیل؟ چون بخشی از همون امپراتوری ببخشید در استرالیا زندگی میکنم، چون استرالیا بخشی از امپراتوری بزرگ بریتانیا است. ببینید وقاحت این فرد رو وقتی حالا به مانیفستش هم میرسیم، میذاریم کنار مانیفستش و اعلام میکنه و به ایرانی ها میگه ما باید بریم جزء سازمانهای فراماسونری و واتیکان بریم عضو بشیم، باشون همکاری بکنیم، دیگه خودتون میتونید تکه‌های پازل رو بذارید کنار هم دیگه. و دوباره هم به قول گفتنی سخن از این افتخار میکنه که شاگرد جنیدی بوده، حالا یک جا میگفت 15 سالم بوده، دیدم چند روز پیش عنوان کرده از کودکی. اگه همین گونه به پیش تا 2-3 سال اعلام میکنه در شکم مادرش بوده که میرفتن به بنیاد و زبانهای باستانی یاد میگرفت. هی داره برای خودش پیشینه سازی میکنه. یه مسئله بسیار مهمی رو که من ببینید هم مطالب مهم بود هم تو شوخی و خنده بود، شما اون بخش که از بانک کمال پول گرامی استیک خونی هم پخش شد، اون بخش از بخش های مورد علاقه منه. کدوان کمالپور گرامی میگم اون بخش استیک خونی پخش شد. بله بله پخش شد. بله از پاسپورت بله گفت که من چون خودم چیز هستم استیک خونی میخورم. درود بر شما. ببینید اگر این فرد بویی از فرهنگ ایرانی برده بود، من کار به شیوه خوراکپاری کسی ندارم، ولی نمیومد با این وضع مفتزهانه و مبتذل بیاد بشینه افتخار بکنه من در 5 قاره جهان میرم جانورکشی و من گوشت باید توش خون باشه، گوشت خونی دوست دارم. ببین یه مسئله، حالا این رو بگذاریم، یه مسئله بسیار مهمی رو که باید بهش توجه بکنید هم میهنان گرامی، پروژه به نام اینها راه انداختن یکی دو ماه به نام بازگشت به ناسیونالیسم پیش از اسلام. این مسئله رو من براتون باز بکنم. مسئله ناسیونالیسم این خیلی مهمه، چون ممکنه برخی ها دچار اشتباه بشن و بسیار نکات ظریفی در خودش داره. مسئله ناسیونالیسم رو من همیشه گفتم باور دارم که پیشینه همیهنان میهن پرست ما که خودشون رو ناسیونالیست میدانن، منظورشون همان میهن پرست ایرانی، میهن پرستی ایرانی، نه اون ناسیونالیسم صادر شده از اروپا به درون ایران، یعنی از اروپا به ایران وارد شده. من هیچ سنخیتی در جایگاه یک ایرانی میهن پرست با ناسیونالیسم وارداتی از اروپا ندارم هم میهنان گرامی. برای شما هم این رو توضیح خواهم داد چرا. ببینید شما باید تاریخ اروپا رو بشناسید هم میهنان گرامی، شما باید شیوه ملت سازی در اروپا رو به خوبی بشناسید، بدونید که به چه شیوه ملت سازی شده در اروپا، و به قول گفتنی شما باید تاریخ به ویژه چند صد سال گذشته اروپا رو بدونید، درگیری هایی که اروپا یا با هم داشتن، شیوه ساخت ملت بر اساس گویشوران به یک زبان، یعنی اسپانیایی میشه اسپانیا، نمیدونم گویشوران پرتغالی یه جا در کشور پرتغال تشکیل میشه. شما خیلی شمار کشورهای تشکیل شده در اروپا که چند زبانه باشن، کشوری مانند سوئیس کم هم میهنان گرامی من، و ولی و اون ناسیونالیسمی که در اروپا پایه‌گذاری میشه ریشش برمیگرده به حتی صده های پیش از صده 16 و 17، یعنی کمی باید به پستر یا عقبتر بریم، در حتی صده 10، صده 11، صده 9 و گفتمانی